هر شام صلیب صبح قیامی دارد، شیطان به عجب کینت خامی دارد. گفتا که مسیح بمرد بشد کار تمام، هر قطره خون حق پیامی دارد. وطندارای عزیز، سلامتی خداوند به شما باشه. در هر جایی که هستین خداوند شما را دوست داره و خدا را شکر میکنیم بر یک روز دیگه، یک روز دیگه که رحمت های خداوند بر ما تجدید شده و وفاداری خداوند به همو ترتیب عظیم است. اگر این کائنات نمی بود، اگر ما انسان ها نمی بودیم، اگر فرشته ها نمی بودند و اگر این چیزهایی که ما می بینیم و نمی بودند، باز هم خداوند پر از فیض، پر از رحمت و خداوند عظیم بود. و اما چقدر فیض او عظیم است که در فیض خود او تمامی از این هستی را آفرید تا ای که ما با او مشارکت بکنیم. خداوند ما را برای مشارکت خود ساخته. از این که خوبتر چی باشه پیام؟ وقتی که ما کلام مقدس خدا را میخوانیم، در اولین کتاب کلام مقدس خدا، حتی در اولین فصلش، خداوند میگه که انسان را خداوند به صورت خود آفرید. خدا انسان به صورت خود آفرید. و اما از این قدم خبر خوشتر چیست؟ خبر خوشتر ایست که در روزهای آخر خدا به صورت انسان در میان ما آمد. چون ما گناهکار هستیم، بله، خداوند ما را درست ساخت و اما خداوند ما را اختیار هم داد. آدم و حوا را اختیار داد که با اختیار خود خدا را بپرستن. خداوند وا را مثل یک ماشین نساخت که وا را تو کنترل بکنه که هر رقمی که صاحب تکمای یک چیز دیجیتال پچک کنه و این طرف بره و او طرف حرکت کنه، و یا اگر بخواهی که ما صحبت نکنیم دان ما را بسته بکنه و یا چشم ما را بسته بکنه. نه، ما را ماشین نساخت، ما را به صورت خود ساخت. از این خاطر است که برای ما اختیار داد. برای آدم و حوا، پدر و مادر اصلی ما، او اختیار داد که از اختیار خود وا خوش بکنن که خدا را بپرستن. و اما متاسفانه ما میفهمیم که گناه آمد در این دنیا به خاطر که از همه اختیار خود استفاده نادرست کردن و انسان در گناه داخل شد. و اما به خاطر از این که خداوند ما را بسیار زیاد دوست داره، او انسان به صورت خود آفریده و از همه خاطر او وعده داد. در فصل سیوم از امو کتاب ما میخوانیم، کتاب پیدایش در تورات شریف، ما میخوانیم که خداوند وعده یک منجی را برای ما داد، یک نجاتگر را برای ما داد. و این وعده ها از امو وقت گرفته، این وعده ها را خداوند به خادمین خود، به انبیای کهنه سپرد و با ایشان صحبت کرد، وعده ها داد. ما میبینیم نوح، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، داوود و بالاخره این وعده در عیسی مسیح خداوند پوره میشه. و ما در کلام مقدس خدا میخوانیم در مورد عیسی مسیح که او کسی است که شهزاده سلامتی است، او کسی است که نوید زنده را برای ما میده که اگر ما به او ایمان بیاریم ما هلاک نمیشیم. خداوند امو جدایی که در باغ عدن صورت گرفته بود او را پس پیوند میده. چطور؟ با خون خود پیوند میده، با خون خود پیوند میده. او ما را در فامیل خود دوباره میاره، فقط اگر ما به عیسی مسیح ایمان میاریم. چرا به عیسی مسیح ایمان آوردن؟ به خاطر از این که عیسی مسیح او آمد که کفاره گناهان ما را بپردازه. دیگه هیچ کس این کار را نکرده در تاریخ. تنها عیسی مسیح آمد و او را دوست گناهکارا خواندن.
و او واقعا هم دوست گناهکارا هست. او گناهکار نیست و اما دوست گناهکار هست. دوست گناهکار است. اما قسمی که یک مریض اگر در شفاخانه میاریم، دکتر از او مریض نفرت نمی کنه، از مرض نفرت می کنه و اما از مریض نفرت نمی کنه، بلکه چی می کنه؟ بلکه او دکتر کوشش می کنه که این مریض تداوی کنه و هر کوشش و هر کوشش دکتر و هر کوشش تمامی از شفاخانه ای می باشه که این فرد ناجور را، این شخص ناجور را، این شخص بیمار را تداوی کنه و پس او را صحتیاب کنه و تندرست کنه. عیسی مسیح آمد که ما گناهکارا که در مرض گناه هستیم، او دکتری عظیم آمد که ما را شفا بده. پس از مرض نفرت داره خدا، اما قسمی که ما انسان ها هم از هر مرض نفرت داریم. مرض خوش هیچ کسی نمی آید. خدا از گناه نفرت داره و ما گناهکار هستیم و اما از گناهکار نفرت نداره. او میخواد که گناهکار را نجات بده. ایست نوید خوشی. از همین خاطر ما چی میخوانیم؟ مژده برای عصر جدید. وقتی که ما در اینجا میخوانیم مژده برای عصر جدید، ترجمه ازیرا، اگر این یک ترجمه است از یک کلمه انجیل که از لسان یونانی اوانگلیون گرفته شده. اوانگلیون و یا انجیل به معنای مژده برای عصر جدید، مژده برای هر عصری که ما هستیم. این مژده است، یعنی خبر خوش است که خدا ما را دوست داره و او میخواهد ما را نجات بده. متوجه باشین که خدا خدای قضاوت هم هست، خدای عدالت هست. او این توفیه خدا برای ما میته. او دهنده توفیه حیات جاودان است. او میگه که من شما را اقدر دوست دارم که یگانه پسر خدا دادم تا هر که به او ایمان بیاره هلاک نشود بلکه صاحب زندگی جاودان شود. او نامد که دنیا را قضاوت بکنه، بلکه آمد که دنیا را حیات ابدی را بده. و او کسایی را قضاوت نمیکنه که به او ایمان میارن، و اما کسانی که ایمان نمیارن و زیر قضاوت باقی میمانن، چرا که خدا توفیه خدا داد و او کسا ایرا نگرفت. کسایی که گرفت و از آن او میشه و فرزندان او میشه و در جنت خداوند برای همیشه همیشه میمانه. خداوند حیات خدا برای ما داده. خداوند میگه که من شما را دوست دارم. به همون ترتیب اگر ما انجیل شریف در لسان پشتو ما ایرا میخوانیم، چی نوشته است در اینجا؟ بسیار واضح در اینجا نوشته است، انجیل شریف یعنی د مالک عیسی مسیح زیر. ای واقعا خبر خوش و یا انجیل مالک ما عیسی مسیح است. مالک، ما کلمه مالک بسیار دوست دارم، چون کلمه مالک اونمو ترجمه اصلی که در لسان یونانی در انجیل شریف در مورد عیسی مسیح شده، کیوریوس به معنای خداوند. خداوند به معنای کسی که مالک است، کسی که صاحب است. در افغانستان ما صاحب مدیر صاحب میگیم، مامور صاحب میگیم، رئیس صاحب میگیم، صاحب منصب صاحب میگیم، چون وا صاحب بعضی چیزا هستن، وا صاحب منصب هستن. یک مامور صاحب امو ماموریت خود هست، یک مدیر صاحب از امو مدیریت خود هست، یک رئیس مدیر رئیس امو مدیریت خود هست، او صاحب امو حصه کار خود هست. و اما کسی که رئیس تمامی ریاست هاست، کسی که مامور تمامی مامور هاست، کسی که اداره تمام کائنات ها داره، مدیر تمامی مدیر هاست، او عیسی مسیح است. او عیسی مسیح است. او خداوند است. او مالک ماست. اوست که ما را خلق کرده و اوست که به خاطر نجات ما او آمد بر روی ازی زمین تا که ما را نجات بده. چه لازم بود که خدا به صورت انسان بیاید؟ خدا لازم نداشت، ما لازم داشتیم به او. یک کسی از ما سوال کرده آیا خدا نمیتونست به جز ای که او انسان شود ما را نجات بده توسط فرشته های خود، پیامبرای خود و کسای دیگر، چیزای دیگر در کائنات؟
دوست عزیز، یک دکتر اگر میخواید یک مریض نجات بده و مرض از این مریض بسیار عظیم است و امکان نداره با ای که یک شخص بسیار فهمیده او جراحی را بکنه، آیا شما فکر میکنین که او دکتر حاضر در اوجه یک کسی که کارمند است و پاکاری میکنه در شفاخانه و یا یک کسی که صاحب برقار درست میکنه او را بگوید که بیای مریض تداوی کو؟ نه، او دکتر خودش دست خود استفاده میکنه، چشم خود استفاده میکنه و در عمل با دستای خود او را شفا میده. عیسی مسیح اون مو دکتر است. او انبیای خود، فرشته های خود، چیزهای دیگر در کائنات نه، بلکه خودش به صورت انسان آمد تا که ما کسانی که بیماران در گناه بودیم، ما را از او فلاکت، ما را از او مشکل، ما را از او دلدل گناه، ما را از او خلیج جدایی، ما را از او غلامت شیطانی و از تاریکی نجات بده. او خودش آمد در میان ما. او گفت که من نور جهان هستم. کسی که از پشت ما میآید، کسی که پیرو ما میشه، وا در تاریکی نمیگردن، در تاریکی روان نمیشن، بلکه نور حیات می داشته باشن. و اگر کردکی بگوییم، عیسی مسیح میگه که من نور از این دنیا هستم، نور از این جهان هستم، من نور شما هستم. اگر شما پیرو ما شوین، در تاریکی جغل نمی کنین، جغل نمی کنین، بلکه نور زندگی را می داشته باشین. خداوند خدای بسیار مهربان است. از همین خاطر عیسی مسیح آمد که او جل ما را بکشه که ما جغل نکنیم در تاریکی. وطندارای عزیز، دعای ما امروز است که تمامی ما در هر گوشه دنیا که هستیم کلام مقدس خدا را بشنویم، چون او یگانه پاسخ به هر سوال زندگی ما، به هر مشکل زندگی ما هست. ما انسان بسیار کمزور در بعض مسائل بسیار ریزه ریزه گریه میکنیم، در مشکل میفتیم، میگم آی ما میخواییم خودکشی بکنیم، اینقدر زندگی سر ما تلخ شده. در حالی که خدا میخواهی که سلامتی خود برای ما بده، او میگه که فقط یک چند روز در این دنیا هستی، اگر شادمانی را میخواهی از ما پیروی کو، فقط چند روز در این هستی. او میگه ما کت تو هستم، ما کت تو هستم. امی کلمه کردکی و یا وطنی که ما بگوییم ما کت تو هستم، از یک اخبار ما نمیخوانم ایره، به زبان بسیار ساده میگم ما کت تو هستم. این نام عیسی مسیح است. وقتی که کلمه ایمانویل ترجمه میکنیم به لسان ساده، به زبان ساده میشه مکت تو هستم. ایمانویل، خدا با ماست. نام عیسی مسیح است. یشوع، عیسی، یشوع یعنی خداوند نجات است. مسیحا و یا مسیحا به معنای از این که خداوند خدا برای یک ماموریت جدا ساخته و او مامور مامورهاست. ای خداوند عزیز، ما تو را شکر میکنیم برای از این لحظه. شکر میکنیم که تو ما را بسیار زیاد دوست داری. خداوند بگذار که تو جلال بیافی امروز. ای خداوند بگذار که مردم به تو روی بیارن، خدا تسلیم تو بکنن. و تندارای عزیز من، خدایا برای خادمت برادر عزیزم نور آقا لوگری امروز دعا میکنم که کلامت در دهانش، در قلبش بگذار. ای خداوند وقتی که صحبت میکنه بگذار که ای خداوند تو نمایان شوی برای مردم. وطندارای ما که در سفر هستند، مسافرتشان را به خیر بگردان. کسانی که در مهاجرت هست، ای خداوند وارا سلامتی بیتی. ای خداوند کسایی که ناجور هستند، تو وارا شفا بیتی. ای خداوند کسایی که مشکل در فامیل خود داره، خدای تو مشکل کشایشان باش. ما خصوصا برای یک خوارک خود که مریض است، بیکا، ای خداوند بر بیکا دعا میکنم. خدای تو ربیکا را شفا بیتی. ای خداوند او مریض است، خدای تو دست خود را بگذار، لمس کو او خواهر عزیز مرا. کسای دیگه که تقاضای دعا کردن، خدای تو رضای خودش شامل حال از او بکو. به نام مقدس خداوند و یگانه منجی بشر عیسی مسیح، آمین. وطن دارای عزیز، سر از هفته آینده بخیر.
ما کوشش میکنیم که سکایپ هم برای شما بتیم، آدرس سکایپ خود براتان بتیم، تا اگر شما میخواین از طریق ویدیو بیاین و یا از طریق سکایپ بیاین صحبت بکنین و یا شهادت بتین و یا سوالی دارین، شما از اون طریق هم بتانین که ما تماس بگیرین تا که براتان آسان تر شوه. و اما خدا را شکر میکنیم فلحال شماره تلفن و یا آدرس ایمیل و یا از طریق فیسبوک اگر شما میخواین کانتکت کنین و اگر میخواین صدایتان شنیده شوه و یا اگر میخواین که پیامتان خوانده شوه، لطفاً برای ما پیام بگذارین. و خواهش میکنیم در فیسبوک اگر پیامتان و یا اسمتان نمیخواین که واضح شوه، پیام نگذارین، چون به خاطر محافظت خودتان. و اما میریم سراغ برادر عزیز ما نور آقا جان که از کلام خدا به خیر بروز کتی ما بخش میکنن. وطندار گلم نور آقا جان، مانده نباشی. تشکر. مژده ایدل که مسیحا نفس میآید. هللویا. مژده ای دل که مسیحا نفس می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. هللویا. از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش، از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش، زدم فال و فریاد رسی می آید. هللویا. آمین آمین. خدا را شکر میکنیم، خدای بی قیاس شکر سپاس به ای که فریاد رس آمده و باز هم آمدنی است. آمین. دای مسیح خداوند. برادر عزیزم حسین جان، سلام عرض میکنم. خدا را شکر میکنم به وجودتان، به دعاهایتان، به غیرتتان، به قلبتان که به خاطر مردم ما میتپد تا مردم ما این مژده خوش انجیله از طریق شما و از طریق برنامه های تلویزیونی و دیگه برنامه های رادیویی که ما داریم میشنوند. خدا را شکر میکنیم، خداوند شما را برکت بده و از طریق شما و از طریق این برنامه به تمام هموطنان عزیز خود سلام عرض میکنم. و همچنان پیش از پیش عید رستاخیز به شما حسین جان و دیگه برادران و خواهرایم در گوشه و کنار دنیا تبریک میگم. آمین آمین آمین. برادر نور آقا، تماماً از فیض خداست چیزی که شما گفتین. لایق تعریف تنها خداوند است و ما عاجز شخص هستم، گناهکار، و اما به فیض او نجات یافته، ما ایرا برای خود افتخار میدانم، افتخار میدانم. صلیب عیسی مسیح افتخار ما است. همون قسمی که همون سرود است نور آقا جان که میگه آن صلیب افتخار من است، چون بر آن منجیم شد فدا، در طریق صلیب پیش روم تا رسم به جلال سما. واقعا این افتخار صلیب عیسی مسیح، قربانی عیسی مسیح بر او، بر بالای از او صلیب به خاطر ما گناهکارا، اینمی افتخار ما. بسیار تشکر. و ای ایده برای شما هم و خانواده ایتان و دوستایتان در کلیسیایتان تبریک میگم. برادر عزیزم، منتظر هستیم که شما بشنویم کلام خدا را. علی تشکر تشکر، زنده باشین. خب امروز موضوعی که داریم یا پیامی که داریم عنوانش است که از انجیل یوحنا فصل 11 هم گرفته شده که عیسی مسیح میگه من قیامت و زندگی هستم، یا من قیامت و حیات هستم. آمین. در این چهار کلمه من قیامت و زندگی هستم، یعنی حسین جان وقتی که من ایره مطالعه کردم و سرش دقیق شدیدم که تمام خلاص زندگی ما دمیجا نفته است. آمین آمین. عیسی مسیح خودش میگه من قیامت و زندگی هستم. یعنی ما انسان ها یکی زندگی داریم، یکی زندگی بعد از ای که از این دنیا میریم زندگی داریم. درست است که قیامت است. بله. و عیسی مسیح میگه که من قیامت هستم. اگر دوستای عزیز این فرموده عیسی مسیح را به دقت شما بشنوین و بخونین و سرش فکر کنین، ما همه دو چیز ضرورت داریم، زندگی و زندگی ابدی. زندگی که در این دنیا هستیم، چانسی که خداوند بر ما و شما در این دنیا داده و
قیامتی که در آینده است و عیسی مسیح خداوند از مرگ قیام کرده و اولین کسی است که نمونه قیامت بر ما نشان داده که ما در پیروی از او میتونیم که ما هم از مرگ قیام کنیم و به در رستاخیز از او شریک شویم و به آسمان بریم در جایی که او هست و همیشه هست ما هم باشیم. بله آمین آمین. دیگه دوستان عزیز این را ما باید خوب فکر کنیم. یک وقت پدرم یک شعر میگفت و حسین جان میگفت که از دنیا طلبیدیم به مقصد نرسیدیم، آیا چی شود آخرت ناطلب ما؟ به به به، یک بار دیگه ما شعر رو بگو بیادر، چی یک شعر گفته؟ از دنیا طلبیدیم به مقصد نرسیدیم، آیا چی شود آخرت ناطلب ما؟ آیا چی شود آخرت ناطلب ما؟ به به به، عیسی مسیح پاسخش است. عیسی مسیح واقعا پاسخش است، واقعا واقعا. خب دوستان عزیز، قیام عیسی مسیح که در این روزها در سراسر دنیا یا رستاخیز عیسی مسیح در سراسر دنیا تجلیل میشه، یک مژده بسیار بسیار عالی است، یک موضوع بسیار بسیار عالی است، یک خوشخبری بسیار عالی است، چرا که ما نیاز داریم که این خوشخبری را بشنویم و به او باور کنیم و ایمان داشته باشیم. آمین. قیام عیسی مسیح از مردگان تعلیم هر رسول عیسی مسیح بود در قرن اولیه، یعنی در زمان که عیسی مسیح دوباره از مرگ برخواست و خود به مردم ظاهر ساخت، به شاگردای خود، در رسولای خود، امی منبع جرأت و شهامت از اونا گشت، امی تعلیم از و موضوع اصلی تعلیمشان و امی ایمان هر مؤمن پیرو عیسی مسیح است که ما باور داریم، ایمان داریم که عیسی مسیح به خاطر ما جان خود داده و او دفن شده و او دوباره از مرگ قیام کرده. آمین، هللویا، هللویا. و این جرأت شجاعت هر شهیدی است که در راه عیسی مسیح جان خود فدا کرده، که البته رسولای از او از همه اولتر که اکثریتشان به خاطر عمیقی مژده قیام عیسی مسیح، به خاطر شهادتی که خودشان چشم دید خود، به خاطر چشم دید خود که زنده عیسی مسیح را زنده دیدن، اینها حاضر شدند که تا جانهای خود در راه قیام عیسی مسیح فدا کنند. آمین، هللویا، هللویا. و این قوت ماست امروز وقتی که ما دوستای عزیز، بیننده محترم، شنونده عزیز، وقتی که ما فعلا امی لحظه قلب ما واقعا پر از خوشی و شادمانی است و ما دعا میکنم که این خوشی و شادمانی در قلب هر افغان ما، هر برادر و خواهر ما جاری شد، وقتی که بفهمن، بدانن که عیسی مسیح گفت من قیامت و زندگی هستم، هیچ رهبر، هیچ پیغمبر، هیچ نبی، هیچ شخصیتی در دنیا، در تاریخ بشر ایتو یک گپ نزده که بگه من قیامت و زندگی هستم. آمین. و ما دعای من این است و دعای هر مؤمن عیسی مسیح همی است که شما دوستای عزیز به این فکر کنید. خب به هر صورت این قوت ماست، این خوشی ماست که میخواییم امروز با برادر و خواهرای خود بخش کنیم. و حسین جان شما مو پاورپوینتی که آماده کردید؟ بله آماده است برادر عزیزم، شما بفرمایید. اگر امور شما میتونین بخونین یا اول شما یوحنا فصل 11 آیت 25 و 26 رو بخونم یا بعدا متی رو بخونم؟ بله بله، آیت چیز اول انجیل یوحنا. بله من ما میخونم برادر عزیزم. بفرمایید. ما دو آیت ایجا شامل کردیم به اجازه تان که ایجا خداوند عیسی مسیح در فصل یوحنا 11 یوحنا آیت 25 و 26 میگه من قیامت و زندگی هستم، کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد زندگی خواهد داشت، و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. سوال عیسی مسیح میکنه،
آیا به این باور میکنی؟ چی سوال خوبی؟ آمین. امروز این سوال است که از هر شنونده خود ما میخواییم بکنیم. عیسی مسیح این سوال برای هر شنونده عزیز ما پیش میکنم که آیا این را باور میکنی که من قیامت و زندگی هستم و کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد جسمن بله. او زندگی خواهد داشت و کسی که زنده باشد در وقت آمدن از او و به من ایمان داشته باشد به عیسی مسیح خداوند او هرگز نخواهد مرد. آمین آمین. واقعا چی چقدر عالی خداوند گفته و شما اما قسمی که شما گفتین و عیسی مسیح خداوند این سوال بسیار لازمه میکنه و اما قسمی که گفتین ما هم عین سوال میکنیم از وطندارای خود، آیا به این باور میکنید؟ بله بله. و به این سوال عیسی مسیح خداوند از مرتا کده که برادرش یازر مرده بود، در قبر دفن بود و عیسی مسیح میگه که من قیامت و حیات هستم و مرتا برش میگه جوابش میگه وقتی عیسی مسیح پرسان میکنه آیا این را باور میکنی؟ مرتا گفت بله خداوند، من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که آمین. میباید به دنیا بیاید. هللویا. پس دوست عزیز این سوال از شما میکنیم که آیا این را باور دارین که عیسی مسیح قیامت و زندگی است، که مرده به خاطر گناه های شما دفن شده و دوباره از مرگ بلند شده؟ اگر شما مثل مرتا میگین که بله خداوندا، من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی، پس شما نجات ابدی را حاصل کردین دوست عزیز. آمین. شما در قیام عیسی مسیح امروز شریک شدین و شما با خداوند یک جا تا به ابد یک جا خواهد بیدین، در آسمان جای خواهد داشتین. آمین آمین. اینال دوست عزیز حسین جان، اگر شما از انجیل متی را شما همین داستانی که بله. در مورد قیام عیسی مسیح است، یعنی رستاخیز عیسی از فصل 28 انجیل بله. متی، اگر اطمان. ما همین قسمت بخوانیم بسیار عالی میشه که اطمان. قبل از او برادر عزیزم به اجازه شما البته ما یک آیت بله. دیگرم میخوانم که خداوند عیسی مسیح کلامش برای ما ای را واضح میکنه. میگه که در اعمال رسولان فصل اول آیت 3 میگه، به اجازه تان میگه بله بله. او یعنی عیسی مسیح پس از مرگ با دلایل بسیار خود را به این کسان زنده نشان داد و مدت 40 روز بارها به ایشان ظاهر شد و درباره پادشاهی خدا با آنها صحبت کرد. و هر چیزی که ما میگیم خلیل جان، بسیار میبخشین برادر نور آقا جان، ما هر چیزی که میخوانیم از کلام خدا واضح است که ما دلیل داریم، چون دلیل روح القدس برای ما داده. اینال ما آیاتی را که شما گفتین میخوانم از فصل 28 انجیل متی. تمامیش بخوانم یا یکا؟ بله بخوانین کلش. ما میخوانیم: بعد از روز سبت و یا روز هفته در سپیددم صبح روز یک شنبه مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند. بله. ناگاه زلزله شدید رخ داد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شده به سوی سنگ آمد و آن را به کنار غلطانیده بر روی آن نشست. صورت او مثل برق می درخشید و لباسهایش مانند برف سفید بود. از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدن و مانند مرده به زمین افتادن. آنگاه فرشته به زنان گفت: نترسید، می دانم که به دنبال عیسی مصلوب می گردید. او اینجا نیست، چنان که خود او قبلا گفته بود. پس از مرگ زنده گشت، بیایید و جایی را که او خوابیده بود
ببینید. و زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و پیش از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید. آنها با عجله و ترس و در عین حال شاد و خوشحال، بسیار جالب، در عین حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را با شاگردان برسانند. در بین راه ناگهان عیسی با آنها روبرو شده گفت سلام بر شما. زنان پیش آمدند و بر قدمهای او به خاک افتاده در مقابل او سجده کردند. سجده کردند. آنگاه عیسی به آنها فرمود نترسید، بروید و به برادران من بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید. وقتی زنان در راه بودند، بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچه را که واقع شده بود به سران کاهنان گزارش دادند. سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با بزرگان قوم پول زیادی به عساکر دادند، یعنی رشوت البته، تا اینکه آنها بگویند شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند. و نیز افزودند اگر این موضوع به گوش والی برسد ما خود ما او را قانع می کنیم و نمی گذاریم که شما به زحمت بیفتید. پس نگهبانان پول را گرفتند، مطابق امر آنها عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع هست. 11 شاگرد عیسی به جلیل به آن کوهی که عیسی بود آنها را در آنجا خواهد دید رفتند. وقتی آنها عیسی را دیدند او را پرستش کردند، هرچند که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی پیشتر آمده برای آنها صحبت کرد و فرمود تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است، پس بروید، بروید همه ملت ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر، پسر و روح القدس. وطندارای عزیز متوجه باشین، عیسی مسیح نمیگه به نام های پدر، پسر و روح القدس، میگه به نام پدر، پسر و روح القدس، چون پدر، پسر و روح القدس یک خدای واحد هست. بله، به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنها تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روز تا آخر با شما هستم. هللویا، آمین. آمین، خدا را شکر میکنیم. واقعا این داستان رستاخیز عیسی مسیح است، دوستای عزیز، که در کتاب انجیل مقدس ذکر است. و گرچه که ما میبینیم که به زبان ساده نوشته شده، یعنی یک موضوع بسیار بسیار عالی و مهم و با اهمیت به زبان ساده نوشته شده، ولی خدای متعال لازم دانسته به خاطر ما و شما که ایره بخوانیم و به قدرت روح خدا باور داشته باشیم که خداوند ما عیسی مسیح مطابق نوشته های تورات موسی، نوشته های انبیا، زبور که در باری از اون نوشته شده، مزامیر، این همه چیزها انجام شده و اینا کسایی بودن که رسول های عیسی مسیح چشم دیدشان بوده و تا باشه که اونا باور کنن عیسی مسیح خود برشان ظاهر ساخت مطابق پیشگویی های قبل. یعنی بسیاری کسا، ما حسین جان چند روز پیش یک مشاجره رو دیدم در یوتیوب که برادر ما، برادر مسلمان و پرسان میکرد که چطور شما میگین که عیسی مسیح کشته شده از اثر صلیب و قیام کرده، یعنی که باور نداشت به این. اما ما میبینیم که حتی یهودی ها هم فعلا منتظر آمدن مسیح هستن و به این باور ندارن که مسیح آمده و
او سر مرگ پیروز شده و فعلا در آسمان است. و این همه چیزها را ما نمیتونیم از او انکار کنیم، به خاطر از اینکه این قبلا همه این موضوعات در تورات و نشتای انبیا در مزامیر این نشته شده و پیشگویی شده. آمین. و عیسی مسیح به خاطر ثابت کردن از این آنچه که گفته بود، آنچه که در نشتای انبیا و در عهد عتیق نشته شده بود در مورد عیسی مسیح، برای این که ثابت کنه لازم بود که عیسی مسیح خداوند خود بر رسولای خود و بر دیگرها خود ظاهر بسازه. آمین. کسایی که عیسی مسیح خود برشان نشان داد کسایی بودند که اکثرشان با مسیح یک جای بودند و تمارد از او شنیده بودند. همونطور که خودشان دمی داستان خود میگه که آنچه که قبلا بر شما گفته بود مطابق چنان که خود او قبلا گفته بود در آیت ششم میبینیم، او اینجا نیست، یعنی قبر عیسی مسیح خالی است. آمین آمین. چنان که خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت، بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید و زود بروید و به شاگردان بگوید که او پس از مرگ زنده شده است. دوستان عزیز، اول از همه بعد از برخاستش عیسی مسیح خود زنده به مریم مجدلیه نشان داد که ما ای را در اینجا میخوانیم و همچنان در انجیل یوحنا میخوانیم. بعد از او میبینیم که او خود از زنده به زنانی که از سر قبر آمده بودن نشان دادن، البته وام دمینجا هست. بعد از او عیسی مسیح خداوند به پتروس رسول خود نشان داد که ما ایر در انجیل لوقا میخوانیم فصل 24 از 34، و او خود به چند مسافری که در راه اماوس بودن بله. راه میرفتن نشان داد و بسیار بسیار داستان شنیدنی و جالب است. حسین جان، همین چند نفری که در راهی اماوس روان بودن، فقط دو سه روز بعد از مصلوب شدن عیسی مسیح دوستا به هم روان هستن، از یروشلیم به طرف قریه خود میرن و میگن که به یکی خود میگن که تمام امید ما دیگه رفت، خلاص شد، به خاطر از اینکه ما امید ما به عیسی مسیح بود که او ما را نجات به تورم کشتن در سر صلیب. بسیار بسیار جالب. امی در راه اماوس امی دو نفر که رایی بودن و کت یک دیگه قصه میکردن در مورد رخدادهایی که شده بود. نور آقا جان، به اجازه شما یک چیزی که کشیش بسیار عزیز ما هفته گذشته این زمین کلام گفتن و بسیار جالب گفتن، خب امیر ما به اجازه تان میخواییم که بگویم، دل ما در قلب ما است و ما در اینجا میخوانیم که همان روز دو نفر از آنها به سوی دهکده به نام اماوس که تقریبا دو فرسنگ اورشلیم واقع است میرفتند. آن دو درباره همه این واقعات صحبت میکردند، همین طور سرگرم صحبت و مباحثه بودند که خود عیسی نزدیک شد و با آنها همراه شد. اما چیزی پیش چشمان آنها را گرفت به طوری که او را نشناختند. عیسی از آنها پرسید موضوع بحث شما درباره چیست در بین را؟ آنها در جای خود ایستادند، غم و اندوه از چهره های ایشان پیدا بود. یکی از آن دو که نامش کلیوپاس بود جواب داد، جواب به عیسی مسیح میگه گویا در میان مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از واقعه چند روز اخیر بی خبر هستی. جالب ایج است نور آقا جان که این دو تا مسافر استاد میشن و طرف عیسی مسیح سهل میکنن، میگن که ویادر چه گپ است، خیرت است، تنها توستی که از این واقعا خبر نداری، تمام مردم خبر داره چی شده، تنها تو خبر نداری. کشی شما این قسم گفت بسیار جالب، ما میخواییم برتان بگویم در حقیقت تنها و تنها عیسی مسیح از تمامی چیزها آگاهی داشت و دیگه هیچ کسی آگاهی نداشت. دیگه از نقطه نگاه انسانی هر چیز میدیدن و اما عیسی مسیح آگاهی اصلی را داشت. و اما ما سوال میکنیم خدایا تو از این خبر داری، در حالی که خدا میگه که پیش از این که تو حتی فکر کنی من خبر دارم و من خبر داشتم. بله بله. بفرمایین برادریم. واقعا جالب است، واقعا جالب است. این داستان مرا بسیار خوشم که چطور ما و اصلاح از دیدگاه انسانی خود ببینیم که
ابو شعری که شما دول خواندین که شیطان عجب کینت خامی دارد. بله. کار تمام شد. این دوستا، این دو نفر، یعنی تمام امیدشان، قلبشان شکسته بود، امید خود از داده بودن، مایوس و پریشان بودن که عیسی مسیح و ما به او دل بسته کرده بودیم و هم رفت و تمام شد. اما بعد از این که باز اینا میرن و عیسی مسیح خود برشان آشکار میکنه، بله. بعد از او پس دوباره دویده دویده خوشحالی کنان به طرف یروشلیم میرن که این خبر خوش قیام عیسی مسیح را بر دیگرها هم برسانند. آمین. آمین. بعد از او خود به دیگر شاگردای خود زنده نشان داد، خصوصا جایی که تومای رسول حاضر نبود. اما بعد از این که او در مورد زنده شدن عیسی مسیح خبر میشنوه، میگه که بیادر، ما تا که با چشم خود جای میخه در دست و پای مولای خود نبینم هرگز باور نمی کنم. یک روز یک قصه زنده براتون بکنم که امی خانم ما بچه که کلان من در بغل گرفت، دیره ماش کرد و محبت کرد. روز دیگه قصه کردیم با هم در مورد خداوند، از کلام خدا گپ میزدیم. بر ما گفت که امی خداوند بسیار سخت است محبت کردنش، به خاطر از که من مثل بچه ما رگمی بود که در بغل میگرم توش محبت میکردمش و اونو وقت میشد آسان بود کار ما، اما حال که من نمیتونم ببینم بسیار سخت است که آدم باور کنه. ولی یعنی تا که انسان با چشم خود نبینه مثل تو ما واره باور نمیکنه. ولی خدا رو شکر میکنیم که عیسی مسیح خداوند برای تو ما میگه بیا نزدیک، بیا بیا نزدیک، بیا. آمین. شک نکو. آمین. بیبی جاهای میخواهد از دست و پای ما. آمین. و نور آقا جان، تعریف ایمان یعنی چی؟ تعریف ایمان ایست چیزی که ندیده شده، چیزی که دیده نمیشه بر او ایمان داشتن. خدا دیده نمیشه و اما بر او ایمان ما داریم. و اما خدا را شکر میکنیم که اونمو خدای زنده به صورت انسان آمد و 2000 سال پیش مردم او را دیدن، شاهد از این بودن. ما که نمی بینیم، عیسی مسیح میگه خوشا به حال کسانی که ندیده ان و ایمان میارن. و او اینمی مردم عالی هستن، هرچنده که خداوند باز هم در خوابها، در رویاها بالای مردم، بعضی مردم ها ظاهر میشن و ما شهادت ها را میشنویم. و اما خوشا به حال آنانی که ندیده ان و باور دارند. آمین. آمین. وکن وکن پاداششون زیادتر است. خدا را شکر میکنیم. و ما میبینیم که همچنان عیسی خود به 7 نفر در نزدیکی دریای تبریز زنده نشان میده. یک دفعه دیگه مطابق فرموده پولس رسول که عیسی خود به 500 نفر برادران نشان داد، بعد از او به یعقوب، بعد از او به تمام رسول ها، و داخل خود به پولس رسول زنده نشان داد. پولس بله. که برای در راه دمشق روان بود و پولس رسول کسی است که برگزیده خدا، رسول خدا است که اکثریت نامه های انجیل نشته کرده. تا فعلا گفته شما هنوز هم عیسی مسیح خدا بر مردم در خوابها ظاهر می سازد، در بیداری ظاهر می سازد و خصوصا در کلام پاکش وقتی که ما می خوانیم و عمیق می شیم، واقعا که خداوند خدا بر ما ظاهر می سازد از طریق روح خود. روح از او ما را کمک می کنه که عیسی مسیح خداوند بهتر بشناسیم. آمین. آمین. یک چیز ما میخواییم اینجا واضح بسازم نور آقا جان، که بعضی از وطندارای ما خصوصا برای ما تلفن میکنن و برتان خبر خوش بتونم که امروز امی قبل از برنامه با یک برادر بسیار عزیز صحبت میکردم از طریق ویدیو، از طریق سکایپ، و چند روز کتشان صحبت داشتیم و امروز به عیسی مسیح ایمان آوردن، وطندار عزیز ما از افغانستان. و با یک وطندار دیگه ما صحبت کردم، او هم از طریق ویدیوی فیسبوک کتشان صحبت کردم و ایشان هم سوالی داشتن که آیا بعد از عیسی مسیح کسی دیگه، کدام نبی دیگه هم میایه یا نمیایه، تمامی از این چیزا. یک چیز بسیار واضح باشه، بعضی کسا این سوال میکنن، مثلا این سوال میکنه، اگر خدا در زندگی ما اینی معجزه را بکنه، اگر عیسی مسیح اینی معجزه را در زندگی ما میکنه، ما باور میکنم. اگر در خواب ما میایه، دعا کنین که در خواب ما میایه بیایه که ما باور کنم. و اما چقدر جای تاسف میشه که اگر ما به اونمو اتکا کنیم که اگر او در رویا به ما ظاهر شوه، اگر اونو یعنی کار ما را بکنه، اگر
او مرا ویزا بده، اگر او مرا پول بده، بعد از او ما باور میکنم. در حالی که اگر کسی باور میکنه به عیسی مسیح حیات جاودان میافه، پس بهتر است که ما بالای چیزی که مهمتر است توجه کنیم، که ما اگر به او باور میکنیم بدون دیدن، بدون رویا، بدون کدام معجزه، خداوند توفیه حیات جاودانه برای ما میده. از این که کلانتر معجزه هیچ چیزی نیست. واقعاً و سلامتیه که خداوند در قلب ما میاره. آمین آمین. معجزه حتی هر نفسی که میکشیم خودش معجزه است. آمین. معجزه بسیار زیاد است، ولی ما باید که باور داشته باشیم، ایمان داشته باشیم. اما از این خاطر همیشه قوم یهود، سران یهودی پیش عیسی مسیح میرفتن، میگفتن که بگی معجزه نشان بده، بگی معجزه نشان بده. و بالاخره زمان شد که عیسی مسیح گفت ما بر شما معجزه نشان نمیتم، به خاطر اینکه قلب های شما سخت است. بله، بجز ای که مثل یونس واری معجزه یونس برشان نشان داد، که البته در مورد مردن عیسی مسیح و در روز سیوم برخواستنش از مردگان. آمین آمین. خب خلاصه ای که عیسی مسیح خداوند خدا بر رسولای خود نشان میده و ثابت میسازه که او مطابق فرموده قبلیش و مطابق پیشگویی های کلام خدا در عهد عتیق او دوباره زنده شده. آمین. و به این شکل زنده شدن عیسی مسیح، قیام عیسی مسیح، مثل که گفتیم قوت و شجاعت و جرأت رسولا را اینقدر زیاد میسازد که حتی حاضر میشن که جان خود را بدن، که اکثریتشان جان خود را فدا کردن. بس سوال میشه که آیا اگر بسیاری کسا میگن که عیسی مسیح نی زنده نشده، آیا اینا بناحق جانهای خود را در خطر انداختن و در دم تیغ دادن؟ مثلا شما استیفان به یاد دارین در اعمال رسولان فصل 7 آیه 55 که میگه که وقتی که استیفان شهادت میداد در پشروی اعضای شورای یهود. بله. و بعد از او داخل میگه که ببینید من همه که میبینید، در آیه 56 استیفان گفت ببینید من همکنون آسمان را باز شده و پسر انسان را در دست راست خدا استاده میبینم. و با این باعث میشه که تمام مردم یهود، تمام مردم سرشان سرزو سنگ پرتن او را سنگ باران کنن. بله بله، بسیار جالب است. اینه میگه که شما گفتین در مورد استیفان، یک بار دیگه هم آیت برای ما بگوین برادر عزیز من. استیفان کدام آیت از فصل 7؟ قدوس با آسمان چشم دوخت و جلال خدا و عیسی را که در دست راست خدا ایستاده بود دید و گفت ببینید من همکنون آسمان را باز شده و پسر انسان را در دست راست خدا ایستاده میبینم. بسیار جالب است نور آقا جان. در این آیت در فصل 7 اعمال رسولان یک چیز جالبه که باید مؤمنین عیسی مسیح متوجه شوند ایست، که وقتی ما کلام مقدس خدا را میخوانیم در انجیل و همچنین خصوصا در فصل اول عبرانیان، ما میخوانیم که عیسی مسیح در دست راست حضرت اعلی نشسته است. و اما در این آیت میگه که او ایستاده است. میگه او ایستاده است در دست راست حضرت اعلی. این به چی معنا؟ به این معنا که خداوند مؤمنین خدا، فرزندای خدا، اینقدر دوست داره که هر فرزند خدا وقتی که روانه جنت میشه، وقتی که روزهای زندگیش در این ایام زندگیش در این دنیا پوره میشه، او به خاطر از این که فرزند خدا در آغوش خود بگیره، به جای نشستن او استاده، ما او را میبینیم. ما او را استاده میبینیم. عیسی مسیح استاده است. و ای نور آقا جان قلب مرا بسیار شاد میسازه. خداوند برای ما میگه که کسی که به من احترام میکنه، من به او احترام میکنم. چقدر جالب. بسیار تشکر. بفرمایید برادریم. آمین. و بسیاری از رسولا و شاهدا عیسی مسیح شهید شدن. چرا؟ به خاطر گناه عیسی زنده را به مردم تبلیغ میکنن. و اونا خوش بودن که بر مسیح زنده، بر خداوند زنده خود جان خود فدا کنن. چرا که دلیلی داشتن، چرا که چشم دید خودشان بود
چرا کیسه مسیر با چشمای خود زنده دیدن. همونطور که در این در اول یوحنا میخوانیم که میگه ما او را دیدیم، کلام خدا را، یعنی عیسی مسیح دیدیم، او را لمس کردیم. بله. و با او ششتیم، نشستیم و او را دیدیم زنده. وقتی که عیسی مسیح در باغ جتسمانی توسط سربازای رومی گرفتار و توقیف شد، تمام شاگرداش از ترس استاد خود را رها کردن، گریختن و پنهان شدن و اصلا باور نمیکردن که مسیح دوباره زنده شده باشه و فکر میکردن که دیگه مرده و دفن شده. اما وقتی که عیسی مسیح را دوباره زنده میبینن، اینا جرأت پیدا میکنن که برن و این خبر خوش را به تمام مردم دنیا برسانن. آمین. واقعا که دوستان عزیز، ایمان میخواد، واقعا سخت است که آدم باور کنه، اما اگر ما پیش خداوند عاجز شویم و کلام خدا را مطالعه کنیم یا بشنویم، ما خود دیدیم که برای تمام این دلایل که مثلا در اعمال رسولان خواندیم که دلایل شکست ناپذیر، دلایل بسیار قانع کننده وجود داره که برای ما ثابت می سازه که عیسی مسیح خداوند زنده است. و همین که ما امروز ماست حسین جان است و بسیاری کسای دیگر تا امروز همه روزه هزارها هزار نفر به عیسی مسیح ایمان میارن، این زنده بودن عیسی را نشان میده. آمین آمین. مسیح میگه من قیامت و زندگی هستم. آمین. و هر کسی که به من ایمان بیارد حتی اگر بمیرد زندگی خواهد داشت، مثل که شما قبلا خواندید. بله آمین. آیا این را باور میکنید دوست عزیز؟ اگر باور داشته باشی تو زندگی جاودانه نصیب شدی. هللویا. دوست عزیز، اگر فرض کنیم که مسیح دوباره زنده نمیشد و ما باور نمیکنیم که زنده شده، حال دیگه نی مسیحیت می بود، نی ایمانی و نه هم نجات و نه امیدی برای بشریت. هللویا. آمین. یعنی که موضوع برخاست عیسی مسیح، قیام عیسی مسیح، موضوع اصلی کتاب مقدس است. آمین. موضوع اصلی مسیحیت است. آمین. که ما باور داریم که عیسی مسیح زنده است. کی میخواد که برای یک رهبری که مرده باشه به او دل بسته کنه؟ بله بله. آمین. یعنی مرده نمیتونه مردگان را نجات بدن، اما ای زنده است، عیسی مسیح زنده است که میتونه ما را از مرگ ابدی نجات بده. اما طور که خودش سر مرگ پیروز شد، درست است؟ بله. سر مرگ پیروز شد و ما هم در پیروی از او سر مرگ پیروز میشیم. هللویا. خب. آمین. البته که از همالتری که بعد از دیدن عیسی زنده زندگی و اعمال رسولا فرق کرد، همونطور که بیشتر گفتیم جرات پیدا کردن که به دنیا برن، به همه جا برن و پیام برسانن. وقتی میگیم که رسولا و پیروی عیسی مسیح جان خود از دادن، مثل دیگه مذاهب نیست که به خاطر ناحق باشه، بلکه به خاطر پخش مژده خوش عیسی مسیح. امروز سر پیروای از او شکنجه و ظلم زیاد روان است، اما مردم حاضر هستند که ای را قبول کنن به خاطر از اینکه عیسی خداوند زنده است. هللویا. آمین آمین. عیسی خداوند زنده است و این خبر خوش است که ما میخواهیم برای وطندارای خود بگویم، چون ما به کسی باور نداریم که او حیات داده نمیتونه، بلکه به کسی ایمان داریم که او خودش خداوند زنده است و خدا را شکر میکنیم. بله بفرمایید برادریم، وقتی ما بسیار کم مانده. بله بله. نور آقا جان. و اما بفرمایید دوستان عزیز، همونطور که ما افغان ها در این روزا منتظر آمدن نوروز هستیم و بهار نو، وقتی که یک دانه در زمین کشت میشه، بعد از مدت ای دانه در دل زمین میمره و خداوند او را دوباره سبز میسازه، به او شکل جسم نو میده، به او زمین بلند شده رشد و نمو میکنه و ثمر میاره. وقتی که ما در پیروی عیسی مسیح خداوند میمریم، ما جسمی پیدا میکنیم مثل عیسی مسیح. عیسی مسیح وقتی که از قبر بلند شد و او با جسم جلال یافته خود دوباره با آسمان رفت. بله. و همونطور که ما میخونیم در انجیل که فرشته های خداوند میگه، همونطور که او شما وردین که با آسمان رفت، با می شکل دوباره او میایه، برمیگرده. بله. ما را با خود میبره. آمین. و
فکر کنین دوستا رای را کیسا تای کرد، رفت و رنج کشید، برای دیگرا بود، برای ما و شما بود که به مرگ جانبازانی از او تمام شد. آمین. چرا که او آمد تا به ما حیات زندگی نو بده. آمین. او در رنج و مشقت مرد، اما در قدرت و وفاداری بعد خدا دوباره زنده شد. آمین. همونطور که شاعر میگه مژده آمد که اینک قیامش ببین. هللویا. باز شد تا ابد آسمان بر زمین، موت دیگر نبود قدرتش بیش از این. از چی ترسم دیگر؟ از چی باشم حزین؟ آمین. ما از چیزی نمی ترسیم و از چیزی حزین نیستیم دوست عزیز. امیدوار هستیم، دعا میکنیم که شما در این شادمانی، در این خوشی، در این روزهای رستاخیز که جشن رستاخیز عیسی مسیح برپا است، شما هم در این خوشی ها شریک شوید و امیدی در آسمان داشته باشین، زندگی جاودانه در ایمان به عیسی مسیح خداوند به دست بیارین. خداوند شما را برکت بده. آمین. بسیار تشکر، بسیار تشکر نور آقا جان، برادر عزیز ما، خداوند شما را برکت بده. دوستان عزیز، در آخر برنامه ما میخواستم آدرس اسکایپ برای شما بتم. بخیر سر از برنامه آینده شما میتونین که این آدرس اسکایپ نوت کنین و برای ما کتیما در دوران برنامه زنده و یا بعد از برنامه زنده یا از طریق ویدیو اسکایپ یا از طریق آدیو و یا صدا و یا سیما، هر دویش میتونین که شرکت کنین در برنامه، میتونین که زنگ بزنین از طریق اسکایپ و آدرس اسکایپ ما در اینجا است، افغان میدیا، افغان میدیا. لطفاً ایرا نوت بکنین، بسیار ساده، افغان میدیا یک کلمه. اگر شما بفرستین درخواست خود، ما درخواستان را قبول میکنیم و یا شما میتونین که زنگ بزنین و ما مطمئن هستم که خداوند شما را امروز برکت داده از طریق کلام خود. و واقعا چه کلام زنده است که عیسی مسیح خداوند زنده است. اما قسمی که در ابتدا گفتیم که کلام خدا برای ما بسیار بسیار واضح است در مورد عیسی مسیح و مشعر فارسی که میگه وقتی که شیطان تمامی از این ماجرا را میبینه، او بازی میخوره، او میگه گفته که مسیح بمرد بشد کار تمام، و اما او این چیز خبر نداشت که هر قطره خون حق پیامی دارد. عیسی مسیح مرد و در اوجه تمام نشد، بلکه او برخاست از مردگان در روز سیوم. فیض خداوند عیسی مسیح کت تمامی شما باشه. خداوند شما را برکت بده. آمین. یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم.